سلام دوستان، امروز یک مقاله رو داشتم میخوندم و دوست داشتم اطلاعات این مقاله رو با شما هم به اشتراک بذارم. و اما در ویدیو قبلی ما پرداختیم به بررسی اطلاعاتی در مورد خورشید، نزدیکترین ستاره‌ای که در جهان هستی به زمین وجود داره. اما امروز قصد داریم بپردازیم به بررسی اطلاعاتی در مورد مفهومی به نام سوپرنووا. و اما دوستان، قبل از اینکه بخوایم متن مقاله رو شروع کنیم، ازتون درخواست دارم که اگر امکانش وجود داره چنل رو سابسکرایب کنید، چرا که به رشد چنل خیلی کمک میکنه. و ما بپردازیم به متن اصلی خود مقاله. و اما در ابتدای مقاله باید به این نکته اشاره کنیم که خیلی از مفاهیم یا روندهایی که ما در این مقاله میخواییم بهش بپردازیم در مقاله های گذشته بهش اشاره هایی کردیم، اما از اونجایی که ما در اینجا میخوایم به صورت اختصاصی مفهوم یا فرایندی به نام سوپرنووا رو بررسی کنیم، نیاز هست که خیلی از اون تعریف ها یا خیلی از اون روند ها رو دوباره بررسی کنیم. و اما مقاله در ابتدا به این نکته اشاره میکنه که سوپرنووا در واقع انفجار یک ستاره هست یا اینکه مرگ یک ستاره هست. در واقع درک مفهومی به نام سوپرنووا به ما خیلی کمک میکنه که بتونیم کهکشانها رو درک کنیم. پدیده ای مثل سوپرنووا در واقع محیط بین ستاره ها رو یک جورایی گرم میکنه، عناصر سنگین رو در سراسر کهکشانها توزیع میکنه و پرتوهای کیهانی رو شتاب میبخشه. اما در اینجا این سوال میتونه مطرح بشه که چه چیزی باعث به وجود اومدن همچین انفجاری میتونه واسه یک ستاره بشه؟ و یا اینکه این سوال میتونه مطرح بشه که ما چندین نوع از سوپرنووا رو داریم یا فقط یک نوع از سوپرنووا در جهان هستی میتونه رخ بده؟ در واقع شواهد نشون داده که میتونه دو نوع متمایز از سوپرنووا در جهان هستی اتفاق بیفته. نوع اول اونهایی هستن که میتونه واسه یک ستاره بسیار پر جرم اتفاق بیفته و نوع دوم هم به دلیل انتقال جرم به یک کتوله سفید در یک سیستم دوتایی میتونه اتفاق بیفته. و اما در ادامه مقاله میپردازه به بررسی نوع اول از سوپرنوواها یا این انفجارهای بزرگی که در جهان هستی در حال رخ دادن هستند. و اما مقاله در ادامه به این نکته اشاره میکنه که ستارگانی که در واقع 8 برابر جرم خورشید ما جرم دارن به زندگی خودشون به شکل خیلی دیدنی پایان میدن. اونها به شکل سوپرنووا در واقع زندگی خودشون رو پایان میدن. سوپرنووا در واقع یک انفجار بسیار بزرگی هست که زمانی رخ میده که دیگه سوخت کافی واسه ادامه فرایند همجوشی در هسته ستاره وجود نداشته باشه که یک جورایی بتونه فشاری که از طریق گرانش به هسته وارد میشه رو تحمل کنه و یک جورایی اون رو پاسخ بده که بتونه اون رو خنسا کنه. پس در مرحله اول زمانی که سوخت در هسته ستاره تموم شد، یک جورایی ستاره شروع میکنه به منبسط شدن و در داخل هم هسته یک جورایی تسلیم نیروی گرانش خودش میشه و یک جورایی شروع میکنه به کوچکتر شدن و متراکمتر شدن. خب زمانی که این اتفاق رخ میده، هسته به شدت گرم میشه و یک جورای متراکمتر با چگالی بیشتری میشه. خب در این بازه از عمر ستاره ما مجموعه جدید از واکنش های هسته‌ای در هسته ستاره شروع به اتفاق افتادن میکنن که یک جورای از فروپاشی ستاره جلوگیری کنن. اما متاسفانه این فرایندهای همجوشی که در هسته اتفاق میفته به صورت کاملا موقتی هستن و زمانی که تقریبا تمام هسته تبدیل به آهن میشه، دیگه چیزی واسه ستاره واسه شروع کردن اون فرایندهای همجوشی وجود نداره. و دلیل این اتفاق هم این هست که ساختار هسته آهن به شکلی هست که اگر در فرایندهای همجوشی شرکت کنه، نمیتونه انرژی رو واسه ستاره ما تولید کنه. پس در نتیجه فرایند همجوشی در هسته ستاره ما متوقف میشه و در کمتر از یک ثانیه ستاره ما فاز نهایی فروپاشی خودش رو در اثر گرانش خودش آغاز میکنه. این مرحله با له شدن اتمهای آهن با هم دیگه شروع میشه. دمای هسته بیش از 100 میلیارد درجه افزایش پیدا میکنه. نیروی دافعی که بین هسته های اتم های آهن وجود داره یک جورایی با نیروی گرانش به مقابله میپردازه. پس در نتیجه ما میتونیم بگیم که از طریق نیروی گرانش هسته بسیار فشرده میشه، اما به واسطه این که اون اتم های آهن بارهای یکسانی دارن، این فشار و این نیرو رو یک جورایی پس میزنن.
خب این پس زدن هسته ستاره باعث میشه که این انرژی به لایه‌های دیگر ستاره هم یک جورایی منتقل بشه. این موج ضربه‌ای باعث میشه که موادی که در لایه‌های بیرونی ستاره وجود دارن با همدیگه برخورد کنن. خب این مواد یک جورایی شروع به گرم شدن میکنن که در نهایت برای تشکیل عناصر جدید و ایزوتوپ‌های رادیواکتیو ذوب میشن. سپس اون شوک یک جورایی مواد رو به فضا پرتاب میکنه. خب این موادی که در فضا یک جورایی پرتاب و پخش شدن به عنوان باقی مانده سوپرنوا شناخته میشن. و اما بعد از سوپرنوا تنها چیزی که از ستاره اصلی باقی میمونه فقط یک هسته بسیار کوچک و فوق متراکم هست که تقریبا بیشتر اون از نوترون تشکیل شده و ما اون رو ستاره نوترونی مینامیم. البته اگر ستاره اصلی واقعا بسیار پر جرم باشه، مثلا جرمی حدود 15 برابر جرم خورشید داشته باشه، حتی اون نوترون هایی که در هسته هم یک جورایی تولید میشن دیگه نمیتونن از فروپاشی هسته جان سالم به در ببرن که در انتها باعث میشه که یک سیاهچاله در اون منطقه تشکیل بشه. و اما مواد داغی که توسط سوپرنوا یک جورایی منتشر شدن در واقع ایزوتوپ های رادیواکتیو و الکترون های آزادی هستند که در میدان مغناطیسی بسیار قوی ستاره نوترونی در حال حرکت کردن هستند. همه اینها پرتوهای ایکس و پرتوهای گاما رو از خودشون تولید میکنن که این فوتون‌های پر انرژی توسط فیزیکدان‌ها و ستاره‌شناسا یک جورای مطالعه میشه واسه اینکه ستاره‌های نوترونی و سوپرنواها رو ما بیشتر بشناسیم. و اما نوع دیگری از سوپرنواها شامل انفجارهای ناگهانی یک کتوله سفید در یک سیستم ستاره‌ای دوتایی میشن. کتوله سفید در واقع ایستگاه آخر عمر ستارگانی هست که تقریبا 8 برابر جرم خورشید جرم دارن. جرم نهایی کتوله های سفید میتونه چیزی برابر با 1.5 برابر جرم خورشید و تقریبا به اندازه زمین ما باشه. و اما در این سیستم دوتایی که ما در اینجا داریم در موردش صحبت میکنیم، اگر این دو ستاره اونقدر به همدیگه نزدیک بشن که مواد از ستاره همراه به کتوله سفید سرازیر بشه، به طوری که جرم کتوله سفید به جرمی حدود 1.5 برابر جرم خورشید برسه، یک جورای فشار در هسته اونقدر زیاد میشه که عناصری که در هسته وجود دارن شروع به جوش خوردن به همدیگه میکنن در فضای غیر قابل کنترل که در نهایت باعث به وجود اومدن یک انفجار بزرگ میشه که تقریبا بعد از این انفجار هیچ چیزی دیگه باقی نمیمونه جز عناصری که از کتوله سفید باقی مونده یا اون عناصری که بر اثر سوپرنوا ساخته و تولید شدن، از جمله عناصری مثل نیکل که مقادیر خیلی زیادی از انرژی رو از جمله انرژی به شکل نور مرئی رو در فضا آزاد میکنن. خب دوستان، این مقاله بود که من امروز انتخاب کرده بودم واسه مطالعه. و اما در انتها باز ازتون درخواست دارم که اگر امکانش وجود داره چنل رو سابسکرایب کنید، چرا که به رشد چنل خیلی کمک میکنه. و اما خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید.